سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز اسدالله ایمانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان فارس ضمن دفاع از تخریب خانه های تاریخی شیراز در اظهاراتی حامیان میراث فرهنگی را مورد حمله قرار داد و مخالفت با تخریب خانه های تاریخی شیراز را مقابله با سخنان رهبری توصیف کرد به گفته است خواب کسانی که میخواهند از توسعه حرمها در شیراز جلوگیری کنند تعبیر ندارد تخریب شبانی شماری از خانه های تاریخی شیراز در پایان هفته گذشته که به بهانه اجرای طرح حرم تا حرم انجام شد اعتراض سازمان میراث فرهنگی و همچنین دوستداران فرهنگ و تاریخ ایران را در پی داشته است یکی از خانه های تخریب شده خانه تخریبی پورنواب بر جامانده از دوران زندیه بود که طی دو شب متوالی با بیل مکانیکی تخریب شد اسماعیل محبی پور فرمانده سپاه ناحیه سارالله شیراز از بازداشت 11 نفر به اتهام توهین به روح الله خمینی در استان فارس خبر داد. آقای محبی پور گفته این افراد در شبکه های اجتماعی چون واتساپ، وایبر، تانگو و تلگرام مطالبی علیه آقای خمینی منتشر کردند که به اشتباه خود اعتراف کرده و اکثر آنها تومه سرویس های جاسوسی شدند. این فرمانده سپاه خبر داده پرونده فریب خوردگان در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. این خبر یک روز پس از هشدار قوه قضایی به وزارت ارتباطات درباره ضرورت فیلتر این شبکه ها اعلام شده است. در هفته اخیر در شبکه های اجتماعی مطالب تنز بسیاری درباره آقای خمینی منتشر شده که با خشم مقامات جمهوری اسلامی مواجه شده است. خبرها از ایران حاکی است که دومین روز از تجمع دراویش گنابادی مقابل دادستانی تهران به درگیری با نیروهای امنیتی و دستگیری تعدادی از معترضان منجر شده است. دراویش گنابادی در جمهوری اسلامی سال هاست که مورد آزار و اذیت حکومت قرار می گیرند. به گزارش مجذوبان نور وبسایت نزدیک به دراویش گنابادی در پی استفاده نیروهای امنیتی و گارد ویژه از باتون و گاز اشکاور تعدادی از دراویش دچار شکستگی و جراحت شدید شدند. گزارش از تهران هاکی صدها درویش زن و مرد در نزدیکی ساختمان دادستانی تهران توسط نیروهای امنیتی در خیابان بهشت محصور شدند. چندی پیش جمعی از دراویش گنابادی در قالب کمپینی به نام کوچ دراویش گنابادی از ایران به زندان اوین اعلام کرده بودند که در اعتراض به برخوردهای امنیتی با پیروان این گروه عرفانی و همبستگی با وکلای زندانیشان از طریق تجمع با چشمها و دستهای بسته در مقابل دادستانی خواهان بازداشت و زندانی شدن تمامی دراویش عضو این کمپین توسط عوامل قضایی خواهند شد. روز شنبه دراویش گنابادی در فراخانی دیگر اطلاع داده بودند که ساعت نه صبح همان روز مجددا در مقابل دادستانی حضور خواهند یافت. بنابر دای مزبان نور با ادامه درگیری ها نیروهای امنیتی بیش از 800 تن دراویش را بازداشت کرده بودند. و همزمان منابع نزدیک به دراویش گنابادی از دستگیری نازیلا نوری خبر داده بودند که به تازگی در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار پایان بخشیدن به ستم علیه این طریقت عرفانی شده بود در همین حال شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده نوبل صلح در نامه ای خطاب به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل از وی خواست تا در دیدارهای خود با مقامای جمهوری اسلامی آنها را مجاب کند تا سیاست مدارا و پرهیز از خشونت را بر اساس گفته هایشان و همچنین تعهدات بین المللی در خصوص این افراد و دیگر گروه های مذهبی ایرانی به کار بندند. خانم عبادی در نامه خود به تبعیضهای، روا در حق دراویش گنابادی اشاره کرده و نوشته است از آنجا که ادامه این وضعیت برای این دراویش غیر قابل تحمل شده است هر لحظه امکان تشنج های بیشتری وجود دارد نیروهای امنیتی روز شنبه نزدیک به 800 درویش را در اطراف دادستانی بازداشت کردند و از به 13 کلانتری مختلف تهران و استان البرز انتقال دادند فرهاد نوری مدیر سایت مذوبان نور در این روز گفت که ماموران انتظامی خانمهایی که جزو درابیش یا از خانواده درابیش بودند را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند کمپین کوچ به زندان اوین در پی اعتصاب قضای نه وکیل و فعال حقوق دراویش گنابادی در زندانهای تهران و شیراز با شرکت جمعی 2000 هزار نفر از دراویش و خانوادهای آنان شکل گرفت. دراویش زندانی از تاریخ نه شریور در اعتراض به وضعیت بازداشت خود دست به اعتصاب قضای نامحدود زدن و در روز 17 شریور نیز با انتشار نامه خود اعلام کردند که این بار برای مرگ آماده ایم. سازمان گزارشگران بدون مرز روز 21 شهریور در اطلاعی نگرانی خود از وضعیت جسمانی این دراویش را ابراز کرد و خواستار انتقال آنان به بیمارستان شد. محمد جواد زریب وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در نیویورک دیدار و بر ضرورت همکاری در راستای امنیت منطقه در مقابل با داعش تاکید کرد. آقای ظریف ابراز و امیدواری کرده که این دیدار نتایج مثبتی برای صلح و امنیت در منطقه و جهان داشته باشد. وزیر خارجه عربستان سعودی نیز در این دیدار تاکید کرد کشورش بر اهمیت و حساسیت شرایط کنونی و فرصتهای مقابله با تهدیدات اشراف داشته و باید با این خطر با موفقیت مقابله کرد. در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک گروهی از تندروها با کمک برخی نمایندگان مجلس کمیتهای به نام کمیته سیانت از منافع ایران تشکیل داده و هشدار دادند در صورت دیدار احتمالی رؤسای جمهوری آمریکا و ایران طرح عدم کفایت روحانی را در مجلس کلید خواهند زد گفته می شود تنظیم بیانیه خطاب به تیم مذاکره کننده نامی سرگشاده به محمد جواد ظریف و تجمع در فرودگاه مهرآباد پس از بازگشت رئیس جمهور از نیویورک از دیگر برنامه های احتمالی این کمیته است مؤسسان این کمیته معتقدند هرگونه ارتباط با آمریکا خلاف قانون اساسی است همزمان با مذاکرات هسته جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی در نیویورک خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی خبر داد ایران برای کمک به اطلاف جهانی علیه داعش خواهان انعطاف بیشتر غرب در برنامه هستهی خود شده است. در خبر دیگر محمد جواد زریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با جان کری همتای آمریکایی خود در نیویورک دیدار کرد. دور هفتم و نهایی از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و گروه کشورهای پنج به علاوه یک از جمعه گذشته 28 شهریور در نیویورک آغاز شد. رویترز مدعی است که یکی از مقامات ارشد ایرانی حاضر در مذاکرات نیویورک به این خبرگزاری گفته است کمک یک جاده دو طرفه است در مقابل چیزی که میدهید باید چیزی بگیرید. این مقام ایرانی به رویترز یادآور شده است که داعش تهدیدی برای امنیت همه جهان است و ایران با نفوذ بسیاری که در منطقه دارد می تواند در مقابله با این تروریست ها کمک کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا جمعه گذشته گفته بود ایران می تواند در شکست داعش نقش مهمی ایفا کند. این در حالی است که آقای کری در کنفرانس دو هفته پیش پاریس گفته بود حضور جمهوری اسلامی در ائتلاف برای مقابله با گروه حکومت اسلامی یا داعش پیشین مناسب نیست. گزارش اختصاصی رویترز در خصوص آمادگی جمهوری اسلامی برای همکاری در مقابل با حکومت اسلامی به شرط نرمش غرب در برنامه هسته ایران در حالی انتشار یافته که علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی دوشنبه گذشته گفت او دستور داده که ایران به اطلاف آمریکا در مبارزه با داعش نپیوندد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در روزهای گذشته در مصاحبه با رسانه های آمریکایی احتمال کمک به آمریکا در مقابل با حکومت اسلامی را رد کرده بود همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در نیویورک به سر میبرد در رشته مصاحبه هایی با رسانه های آمریکایی گفته است که جمهوری اسلامی به این قطعیت نرسیده که آمریکا در مبارزه با داعش جدی است وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در مصاحبه ای در آمریکا گفته است اگر باراک اوباما وعده ای بدهد ایران قول او را میپذیرد و محترم میشمارد در این میان برخی ناظران نیز میگویند از آنجا که 21 نفر از سناتورهای آمریکا از همکنون علیه طرح ذکر شده در گزارش نیویورک تایمز موضع گیری کرده اند احتمال ارائه چنین پیشنهادی از سوی آمریکا به ایران را جدی می کند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز و استریتد پرس آمریکا پیشنهاد کرده اتصال میان آبشارهای سانتریفیوژهای های ایران قطع شود و اورانیوم غنی شده به آنها تزریق نگردد تا هم غرب بتواند بگوید که فاصله زمانی ایران تا دستیابی احتمالی به بمب اتمی ایران را طولانی تر کرده و هم ایران بتواند بگوید که 19 هزار سانتریفیوژ خود را حفظ کرده است. علی خامنی با کاهش شمار سانتریفیوژهای ایران در مذاکرات ای مخالفت کرده و از این رو طرحی که نیویورک تایمز آن را منتشر کرده است میتواند این درخواست را نیز برآورده کند در همین حال گزارش ها حاکی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نیویورک دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری از شیتد پرس محور اصلی مذاکرات بر سر اختلافات در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بوده است این دیدار در پایان سومین روز از مذاکرات کارشناسی بین هیئت مذاکره کنندگان ایران و اعضای گروه پنج به علاوه یک انجام شده است ایران و قدرت های جهانی تا سوم آذر 24 نوامبر برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای مهلت دارند مذاکرات هسته‌ای در حالی در نیویورک دنبال می شود که حسن روحانی نیز این هفته برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این شهر می رسد. سرانجام پس از ماهها کشمکش سیاسی در افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات این کشور اشرف غنی احمدزی را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور اعلام کرد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در پیامی انتخاب آقای غنی به عنوان رئیس جمهور جدید افغانستان را به وی تبریک گفت به گزارش پایگاه تلارسانی ریاست جمهوری حسن روحانی در پیامی انتخاب آقای اشرف احمدزی را به عنوان رئیس جمهوری افغانستان تبریک گفت و نوشت جمهوری اسلامی به عنوان کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی افغانستان از تشکیل دولت وحدت ملی استقبال می کند. حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که مناسبات دو کشور در دوره ریاست جمهوری اشرف از گسترش روزافزونی برخوردار گردد روز گذشته و ساعاتی پس از امضای توافقنامه حکومت وحدت ملی در افغانستان نتیجه شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد و بر این اساس احمد زی جانشین کرزی شد کمیسیون انتخابات افغانستان بدون اعلام تعداد آرای طرفین اشرف غنی احمدزی را رئیس جمهور افغانستان معرفی کرد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون گفت که نتایج 1260 حوزه باطل شده ولی آرای 11945 حوزه دیگر که هر کدام یک صندوق داشتند معتبر بوده است در توافقنامه سیاسی عبدالله عبدالله و اشرف قنی احمد زی آمده بود که نتیجه انتخابات بدون ذکر آمار ارائه شود. یوسف نورستانی افزود که تفکیک آرای پاک از ناپاک در بازشماری آنها کار دشواری بود. او این را هم گفت که روند بازشماری با وجود دقت و گستردگی آن نتوانست همه موارد تقلب را روشن سازد. نورستانی در نشست مطبوعاتی خود تاکید کرد که صدها هزار رأی از هر دو طرف در روند بررسی آرا باطل شدند چند ساعت پیش از نشست مطبوعاتی نورستانی موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی از سوی عبدالله و احمد زهی امضا شده بود بر اساس این موافقتنامه حکومت جدید افغانستان یک رئیس جمهور و یک رئیس اجرایی خواهد داشت رئیس جمهور در رأس کابینه قرار دارد و ماهانه یک بار نشست دولتی برگزار می کند. رئیس اجرایی نیز در رأس شورای وزیران قرار خواهد داشت تا هر هفته نشست های کابینه را مدیریت کند. در نتیجه مقدماتی دور دوم انتخابات افغانستان که اصر دوشنبه هفتم جویه اعلام شد، اشرف قنی احمد زی، 56 ممیز 44 درصد و عبدالله عبدالله 43 ممیز 56 صدم در صد آرا را به دست آورده بودند. عبدالله عبدالله این نتیجه را نپذیرفت و به تقلب سازمان یافته اعتراض کرد. پس از میانجیگری سازمان ملل متحد و ایالات متحده آرای تمامی 34 ولایت افغانستان طی چند هفته بازشماری شدند. قرار بود نتیجه نهایی 12 سپتامبر اعلام شود اما به طول انجامیدن مذاکرات دو رقیب و مقاومت عبدالله در پذیرش نتیجه اعلام نهایی را به تعویق انداخت رئیس جمهوری یمن و رهبران شورشیان شیعه حوثی توافق صلحی با میانجیگری سازمان ملل امضا کردند. این خبر ساعتی پس از استعفای محمد سالم با سندوا نخست وزیر یمن گزارش شده است. بنابر گزارش ها نخست وزیر یمن در نامه استعفایش به عبدالرب منصور حادی رئیس جمهوری او را به اقتدارگرایی متهم کرده اما در این حال گفته برای هموار کردن راه امضای توافق نامه از سمتش کنارگیری می کند. همزمان با این توافق درگیری شدیدی میان شبه نظامیان شیعه حوزی و شبه نظامیان سنی طرفدار دولت در صنعا رخ داد و برخی مراکز نظامی و ساختمان نخست وزیری به دست حوسی ها افتاد چهار هفته پس از آتش بس میان اسرائیل و فلسطین خبرگزاری فرانسه خبر داده گفتگوهای اسرائیل و حماس از عواسط این هفته در قاهره آغاز می شود. مصر که میزبان این مذاکرات خواهد بود از دو طرف برای اعزام هیئت های نمایندگی خود به قاهره دعوت کرده است قاهره در دستیابی دو طرف به آتش نیز نقش اساسی ایفا کرده بود در جنگ اخیر غزه علاوه بر کشته شدن بیش از 2000 فلسطینی خسارات چشمگیری به زیرساخت های غزه وارد شد ده ها هزار پناهجوی کرد طی روزهای گذشته از شمال سوریه وارد خاک ترکیه شدند. نیروهای امنیتی ترکیه به سوی کسانی که برای حمایت از پناهجویان کرد سوریه تجمع کرده بودند، گاز اشکاور شلیک کردند. احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه گفته بدون هیچ گونه تبعیض قومی و فرقه ای برادرانمان را که در حال فرار از سوریه و نقاط دیگر هستند میپذیریم پیشتر خودداری ترکیه از پذیرش کردهای کوبانی سوریه باعث اعتراض کردهای ترکیه شده بود از زمان شروع جنگ در سوریه در بهار 2011 بیش از 850 هزار نفر از شهروندان سوریه به ترکیه پناهنده شدند 49 گروگان که سه ماه قبل در کنسولگری ترکیه در موسل به اسارت داعش افتاده بودند روز شنبه وارد آنکارا شدند ترکیه میگوید بابت آزادی گروگانهایش توافقی با داعش نکرده بلکه آزادی آنها طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی صورت گرفته است مایستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه و جزئیات بیشتر فضای رسانه ای ترکیه چند روز گذشته ترافیک شدید خبری را از بابت دو موضوع پشت سر گذاشت نخست آزادی گروگان های ترک و دیگری ورود سیلاس های سوری به ترکیه در این گزارش کوتاه البته فرصت نخواهد بود که به طور مفصل به این دو رویداد بپردازم اما در باستا به این دو خبر به ویژه وضعیت آوارگان سوری در گزارش های پیش رو بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت و این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد اما نخوص خبر آزادی گروگان های ترک در دست داعش باید گفت که موجی از شادی در میان محافل عمومی و سیاسی در ترکیه ایجاد کرد آقای داود اغلو نخص وزیر سفر آذربایجان خودش رو نیمه کار رها کرد و بلافاصله به شهر مرزی شانلی ارفا و به استقبال گروگان های آزاد شده رفت در میان گروگان ها هم پس ترکیل ما سر کنسول ترکیه در موصل نیز حضور داشت که میگفت امروز خوشحالم از بابت سختی هایی که برای کشورم متحمل شدم و آقای داوود اغلو می میکرد که امروز روز اید هستش همینطور آقای اردوان در کاخ چانکایا و در میزبانی گروگان ها گفت که این یک پیروزی دیپلماسی است او گفت که برای آزادی گروگان ها توافق مالی صورت نگرفته بلکه این یک عملیات با مهارت از سوی سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه بوده اما شبکه تیارتی ترکیه درباره چگونگی آزادی این گروگان ها به نقل از آقای داود و, و اومان کرده که در طی 101 روزی که این گروگان ها در اسارت داعش بودن شش عملیات از سوی سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه برای نجات جان ها صورت میگیره اما به دلیل وجود جنگ و درگیری در این عملیات ها هیچ کدوم در واقع سازمان اطلاعات و امنیت موفق نمیشه که عملیات آزاد سازی رو انجام بده ولی در نهایت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه استراتژی رو طراحی میکنه و میتونه در عملیات اخیر گروگان ها رو آزاد بکنه شبکه دولتی ترکیه تی به نقل از آقای داوود اوغلو میگه که تا رسیدن گروگان ها به مرز ترکیه 7 الی 8 بار محل این گروگان ها تغییر داده شده و آقای داود اغلو از از ترکیل ما سرکنسول ترکی که خودش هم همونطور که گفتیم یکی از گروگان ها بوده خواسته بوده که تا لحظه برودش به ترکیه حتی همسرش رو در جریان آزادی خودش قرار نده البته هنوز ترکیه جزیات بیشتری از نحوه این عملیات رو منتشر نکرده از سوی دیگه داعش هم در این زمینه سکوت کرده و واکنشی نشون نداده همین مثلا باعث ابهام در بخی رسانه ها شده از جمله روزنامه کویتی الریالیوم در این باره نوشته که این عملیات با ابهام زیادی رو به رو هستش این روزنامه ادامه میده که اگر عملیات آزادسازی از طریق عملیات نظامی صورت گرفته باشه پس داعش حتما انتقام خواهد گرفت و بعید است که ترکیه در پیوستن به اطلاف امریکای ضد داعش خیشتنداری کنه چون ترکیه نگرانی از بابت جان دیپلومات های خودش رو پس از این ندار این روزنامه مدعی شده که این میتونه پاداش داعش به ترکیه باشه از بابت نپیوستن این کشور به اعتلاف جهانی ضد داعش اما هرچه که باشد قطعا بر محبوبیت آقای اردغان در میان افکار عمومی ترکیه خواهد افزود اما در رویداد مهم دیگری در پی گسترش عملیات گروه تروریستی داعش و حرکت این گروه به سمت شهر کوبانی در سوریه موج جدیدی از آوارگان سوری باز هم به سمت ترکیه سرازیر شدند به نحوی که آقای کورتولموش معاون نخست وزیر در بازدید از شهر شانلی اورفا محل اسکان این آوارگان عنوان کرده تنها در طی 24 ساعت 70 هزار کرد کوبانی از طریق گذرگاه مرزی ترکیه وارد این کشور شدند هرچند در ابتدا نیروهای مرزی ترکیه از ورود این آوارگان ممانعت به عمل آورده بودند و درگیری‌های پراکنده هم با نیروهای مرزی در این ارتباط به وجود اومده بود اما از عصر روز جمعه با دستور آقای داود اغلو این آوارگان وارد شهر شانلی شدند شدن آقای داود اغلو در این باره گفت اگر تاریخ این وظیفه رو در میزبانی از برادرانمان بر روش ما قرار داده ما در انجام آن مصمم خواهیم بود آقای داود اغلو همینطور گفتن که در پذیرش برادران آوارمان بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب و نژاد انجام وظیفه خواهیم کرد بر همونطور که اشاره کردم در گزارش های پیش رو به ویژه به وضعیت آوارگان سوری و نحوه اسکان اونها از سوی دولت ترکیه بیشتر خواهیم پرداخت. صدها هزار تن در شهرهای مختلف جهان در حمایت از اقدام برای مقابله با گرمایش زمین راهپیمایی کردند. بزرگترین تجمعات در نیویورک و لندن برگزار شد بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد برخی از سیاستمداران و شماری از ستارگان فیلم موسیقی و هنرمندان در این ها شرکت کردند این ها در آستانه تشکیل نشست سازمان ملل متحد درباره گرمایش زمین روز سهشنبه با حضور بیش از 120 تن از رهبران جهان برگزار شدند هزاران نفر در مسکو و پترزبورگ در مخالفت با سیاست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اوکراین تظاهرات کردند. معترضان ولادیمیر پوتین را به راه انداختن جنگ در شرق اوکراین متهم کردند. رئیس جمهوری روسیه مداخله نظامی و اعزام نیرو برای کمک به جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین را انکار می کند. بازماندگان قربانیان هواپیمای بوینگ 777 خطوط هوایی مالزی که روز 17 ژوئیه بر فراز آسمان اوکراین سقوط کرد، در نظر دارند از دولت اوکراین شکایت کرده و از این کشور برای هر قربانی یک میلیون یورو قرامت بخواهند. المار کمولار وکیل مدافع بازماندگان به خبرگزاری فرانسه گفته است شکایت علیه دولت اوکراین به این دلیل است که این حادثه در حریم هوایی این کشور اتفاق افتاده است. دولت اوکراین و کشورهای غربی میگویند این هواپیما از سوی نیروهای جدایی طلب طرفدار روسیه مورد اصابت موشک قرار گرفته است روسیه با رد این نظر دولت اوکراین را مسئول این حادثه میداند اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد میگوید قرارگاه خاتم الانبیا زورش زیاد است و دولت حریف بدقولی و پیمان های آن در اجرای پروژه ها نمی شود. قرارگاه خاتم الانبیا یکی از شرکت های زیر مجموعه سپاه پاسداران است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میگوید بزرگترین پروژه عمرانی در مناطق آزاد به دلیل اهمال و بدقولی قرارگاه خاتم همچنان بلا تکلیف مانده است اکبر ترکان گفت این پروژه یک طرح 860 میلیون یورویی برای توسعه بندر کاوه در جزیره قشم، احداث پل خلیج فارس، ساخت راه و بزرگراه اتصالی بندر عباس به این جزیره است. ترکان گفت در جریان برگزاری مناقصه این پروژه قرارگاه وابسته به سپاه با ادعای جذب فاینانس خارجی برای این طرح موفق شد رقیبانی را که توانایی این کار را نداشتند حذف کند. مشاور ارشد رئیس جمهور افزود قرارگاه خاتم برای این پروژه 150 میلیارد تومان و یک سی میلیارد تومان سهم دولت از سرمایه گذاری را گرفت و خرج کرد و حالا که باید پول فاینانس را بیاورد میگوید نمیتوانم. به گفته ترکان قیمت امروز این پروژه معادل 3500 میلیارد تومان است و قرارگاه خاتم تا کنون تنها 5 درصد از کل سرمایه گذاری پیش بینی شده را هزینه کرده است. پل خلیج فارس یک پل ارتباطی حدود 20 کیلومتری است که قرار است بندر لاف در جزیره قشم را به بندر پهل در نزدیکی شهر بندر عباس متصل کند. احداث این پل نخستین بخش از پروژه یاد شده است و محمود احمدی نژاد در سفر فروردین 91 به بندرعباس وعده داده بود کار احداثان پیش از خاتمه دولت دهم ده یعنی خورداد 92 به پایان برسد. مناقصه این پروژه اسوان ماه 89 برگزار شد. بر اساس توافقهای صورت گرفته تامین 15 درصد از سرمایه مورد نیاز برای اجرای چهار بخش این طرح را دولت بر عهده گرفته و برنده مناقصه قرار بوده مابقی را از طریق جذب سرمایه گذاری و اعتبار خارجی تامین کند. اکبر ترکان میگوید به رغم وعده احمدی نژاد و مدت لازم برای اتمام کل طرح که سه سال در نظر گرفته شده پیشرفت فیزیکی کار در زمان تحویل به دولت یازدهم سه درصد بیشتر نبوده است اکبر تورکان میگوید به رغم وعده احمدی نژاد و مدت زمان لازم برای اتمام کل طرح که سه سال در نظر گرفته شده پیشرفت فیزیکی کار در زمان تحویل به دولت یازدهم سه درصد بیشتر نبوده است دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد با اشاره به بلا تکلیف ماندن این پروژه گفت ما هم در این مدت نتوانستیم به پیشرفت پروژه سرعت ببخشیم چرا که موضوع جذب فاینانس است که فاینانس را باید پیمانکار بیاورد و پیمانکار هم قرارگاه خاتم است که زورش زیاد است و ما هم زورمان به قرارگاه خاتم نمیرسد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا پس از پایان جنگ ایران و عراق به فرمان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای تشکیل شد و بزرگترین پیمانکار پروژه های دولتی محسوب می شود. مطابق برخی گزارش ها در دوران محمود احمدی نژاد طی چهار سال بیش از 1500 مورد از مهمترین و بزرگترین پروژه های عمرانی کشور در حوزه آب، گاز، نفت، راهسازی و تأسیسات شهری به قرارگاه خاتم واگذار شد. پروژه احداث خط دوی مترو شهر تبریز به ارزش 1200 میلیارد تومان، پروژه ساخت دو نیروگاه برق و یک قرارداد گازی یک میلیارد دلاری از جمله مناقصه هایی هستند که در سالهای گذشته اغلب بدون برگزاری تشریفات قانونی به شرکت های سپاه پاسداران واگذار شدند. رئیس هیئت مدیره قرارگاه خاتم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی است و شرکت‌های وابسته به سپاه مشمول هیچ نظارتی نیستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2010 کل مجموعه قرارگاه خاتم و چهار شرکت زیر مجموعه آن را به همراه چهل شرکت و مؤسسه ایرانی را که به شکل غیر مستقیم با این قرارگاه مربوط هستند تحریم کرد. جمهوری اسلامی و چین رزمایش مشترک دریایی در آبهای جنوب ایران برگزار می کنند. خبرگزاری تصنیم گزارش داده این رزمایش هفته جاری در آبهای ایران در خلیج فارس برگزار می شود. هدف از برگزاری این رزمایش افزایش همکاری دو جانبه و تبادل اطلاعات دریایی در حوزه فنی و امداد و نجات اعلام شده است. بر اساس گزارش ها یک ناوگروه چینی روز گذشته برای نخستین بار در اسکله منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندر عباس پهلو گرفته است سایت مشرق نیوز نیز گزارش داده دو فروند شناور نظامی حاضر در این ناوگروه و ناو لوجستی چانگچون از جمله جدیدترین و پیشرفته ترین شناورهای چینی هستند حضور رسمی شناورهای چینی در بنادر ایران می پیامدها و واکنش هایی را به دنبال داشته باشد. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شامگاه شنبه 29 شهریور ماه پس از انتقال به بیمارستان و انجام عمل چشم میرحسین موسوی به زندان خانگی خود بازگردانده شدند. به گزارش وبسایت کلمه عمل جراحی موفقیت آمیز بوده و حال میرحسین موسوی خوب توصیف شده است. سایت کلمه نوشته است بانان هنوز اقدامی برای درمان زهرا رهنورد که او هم طبق تشخیص پزشک به عمل جراحی چشم نیاز دارد انجام ندادند. دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد اجازه نیافتند که در جریان انتقال پدر و مادرشان به بیمارستان و انجام عمل جراحی آنها را همراهی کنند. سایت محافظه کار پارس مدعی شد بیش از 120 میلیون تومان برای جراحی چشم میر حسین موسوی و دیگر ماینات پزشکی وی و زهرا رهنورد هزینه شده. این در حالی است که هیچ رسانه به هزینه های عمل جراحی پروستات علی خامنه ای اشاره نکرده است. به نظر می رسد تلاش رسانه های محافظ کار برای بزرگ کردن حزینه های جراحی میرحسین موسوی برای انحراف افکار عمومی از بستری شدن دوباره وی صورت می گیرد. یک مدرسه ابتدایی در تهران بر مبنای پرداخت یا عدم پرداخت کمک مالی والدین برای هوشمندسازی ها اقدام به تفکیک دانش آموزان در کلاس های هوشمند و غیر هوشمند کرده است کلاس های هوشمند در این دبستان مجهز به ویدیو پروژکتور و تخته هوشمند است که دانش آموزان یا معلم می توانند بدون استفاده از ففه کلید یا موس و تنها با لمس کردن به مدیریت تخته بپردازند. یکی از دانش آموزان این مدرسه گفته است به دلیل اینکه والدینش هزینه کلاس هوشمند را به مدرسه پرداخت نکردند مجبور شده به کلاس عادی برود. یکی از والدین نیز گفته است مدیر مدرسه از تفکیک کلاس های درس به دو نوع هوشمند و عادی به عنوان ابزاری استفاده کرده که بتواند خانواده ها را وادار به پرداخت هزینه های هوشمندسازی کلاس ها کند تا به این ترتیب بتواند کل مدرسه را هوشمند کند. در تازه ترین ردبندی برترین دانشگاه جهان که توسط پایگاه اینترنتی کیو اس اعلام شده دو دانشگاه صنعتی شریف و تهران در بین 800 دانشگاه معتبر دنیا رتبایی بین 600 تا 700 کسب کردند. بر اساس این گزارش ترکیه ده و عربستان سعودی 8 دانشگاه برتر دارند که به این ترتیب ترکیه 5 برابر ایران دانشگاه برتر دارد. دانشگاه ابری بیت المقدس اسرائیل با رتبه 138 در جهان برترین دانشگاه خاورمیانه شناخته شده است. علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 29 شهری بر ما با ابلاغ سیاست های کلی علم و فناوری در ایران هدف از ابلاغ این سیاست ها را کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان اعلام کرده است. بهزاد رحمانی رئیس هیئت مدیری انجمن علمی جراحان عمومی ایران میگوید دلایل کتمان سونامی سرطان در کشور مواضع سیاسی و اجتماعی است آقای رحمانی گفته است ارائه آمار سرطان در کشور سیاه نمایی نیست بلکه واقع نمایی است به گفته وی هم تعداد مبتلایان به سرطان در کشور بالا رفته و هم سن ابتلا به سرطان کاهش یافته است رئیس هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران همچنین از کاهش میانگین سنی زنان مبتلا به سرطان پستان به 21 سالگی خبر داده است. افزایش شمار بیماران مبتلا به سرطان در ایران باعث بروز نگرانی‌هایی درباره وقوع پدیده‌ای شده که از آن با نام سونامی سرطان یاد می‌شود. علی اکبر یونسی پسر بچه 12 ساله همدانی صبح روز 26 شهریور ماه در الگو برداری از صحنه اعدام جان خود را از دست داد. بنا به اطلاع گزارشگران هران و ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران این حادثه دلخراش و نحوه آن که با تقلید از اعدام مجرمان در ایران صورت گرفته در گزارش پزشکی قانونی شهر همدان مورد تایید قرار گرفت. پیشتر نیز الگوبرداری از صحنه های اعدام در بازی کودکان قربانیانی به جای گذاشته است موضوعی که مدافعان حقوق بشر آن را نمونه مشخص بازتولید خشونت در جامعه می دانند. در تازه ترین مورد اعدام در ملعه عام 19 همه شهری بر ماه سال جاری دو زندانی به عنوان عرازل و اوباش در همدان اعدام شدند. علی جنتی وزیر ارشاد هشدار داده پس از تعیین سه زربال عجل به سایت های فاقد مجوز آنها را فیلتر خواهد کرد. به تاکید کرده همه مطبوعات و نشریات مکتوب و رسانه های خبری دیجیتال باید بر اساس قانون مجوز داشته باشند. وزارت ارشاد از آبان تا خرداد ماه سال جاری به سایت های خبری فاقد مجوز برای گرفتن مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات زربل عجل داده است. اما آخرین خبر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایشنامه جانا بلادور اثر بهرام بیزایی مجوز نشر نداد شهلا لاهیجی مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در مصاحبهای با روزنامه شرق گفته است متاسفانه توضیحات ما برای مسئولان اداره کتاب درباره این کتاب کاری از پیش نبرد و با ذهنیت خودشان کتاب را تفسیر کردند و همین امر باعث شد تا کتاب مجوز انتشار پیدا نکند نمایشنامه جانا بلادور که سال گذشته در دانشگاه استنفورد آمریکا با کارگردانی بیزایی به صحنه رفت نمایشی سمبولیک بر اساس اسطوره‌های ایرانی است با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب و روز شما خوش